آمریکایی ها مرتب از راه‌های گوناگون به ما پیغام میدن که بیایید درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم. هم به ما پیغام میدن، هم در تبلیغات جهانیشون این رو مطرح میکنن. بارها و بارها میگن مسئولین بلندپایه، مسئولین میانی میگن بیایید در کنار گفتگوهای 5+1 که درباره مسائل هسته‌ای بحث میکنن، آمریکا و جمهوری اسلامی 2+2 درباره مسئله هسته‌ای ایران بحث بکنن. من به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه های گذشته ما نشان میده که گفتگو در منطق حضرات آمریکایی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم. چند مطلب رو باید روشن کنم. یک مطلب این است که آمریکایی ها مرتب پیغام میدن، گاهی می نویسن، گاهی پیغام میدن که ما قصد تغییر نظام اسلامی رو نداریم. به ما اینجور میگن. جواب اینه که ما نگران این نیستیم که شما قصد تغییر نظام اسلامی رو داشته باشید یا نداشته باشید، که حالا هی اصرار میکنید که ما این قصد رو نداریم. اون روزی هم که شما قصد تغییر نظام اسلامی رو داشتید و این رو به صراحت اعلام کردید، هیچ کاری نتوانستید انجام بدید، بعد از این هم نخواهید توانست انجام بدید. این نکته دومه که ما در پیشنهاد مذاکره منطقی صادقیم، یعنی صادقانه از شما میخواهیم که مذاکره کنید و مذاکره منطقی بکنیم، یعنی مذاکره تحمیلی نباشه. این رو میگن. من در جواب میگم ما به شما بارها گفتیم که ما در پی سلاح هسته‌ای نیستیم. شما میگید باور نمی کنیم. ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم؟ وقتی شما یک سخن منطقی و صادقانه رو حاضر نیستید قبول بکنید، ما چرا باید حرفی رو که شما میزنید که خلاف اون بارها ثابت شده است این رو از شما قبول کنیم؟ برداشت ما اینه که مذاکره یک تاکتیک آمریکایی است. این رو بگم که از جمله تاکتیک های تبلیغاتی اینها اینه که گاهی شایع میکنن که از طرف رهبری کسانی با آمریکایی ها مذاکره کردند. این هم یک تاکتیک تبلیغاتی دیگر و دروغ محض است. تا کنون از سوی رهبری هیچ کس با آنها مذاکره نکرده است. در چند مورد در طول سالهای متمادی در دولتهای گوناگون کسانی بر سر موضوعات مقطعی که ما هم مخالفتی نداشتیم با اونها مذاکره کردند، اما مربوط به دولت‌ها بوده است. البته هم اونها هم موظف بودند که خطوط قرمز رهبری را رعایت کنند. امروز هم موظفند و باید رعایت کنند. نکته سوم اینه که برداشت ما اینه، این برداشت منه بر اساس تجربه،
و نگاه به صحنه با دقت و کنجکاوی. برداشت ما اینه که آمریکا مایل به تمام شدن مذاکرات هسته‌ای نیست. We'll be right back.